جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب واولاده المعصومين عليهم السلام. ايام شريف عيد الله الاكبر، عيد غدير را به تمامی مسلمانان در سراسر عالم، به خصوص عزیزانی که صدای بنده رو دارن، به ویژه شما اساتید، مداحان، مناقب خانهای عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند متعال به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام به همه شما عزیزان اجر و مزد عنایت بفرماید و این لقب مداحی و مناقب خانی را انشاءالله در بهشت هم نصیب و روزی شما بفرماید. وقت گذشته، من نمیخوام زیاد مصدق بشم. در ادامه اون بحثی که در مرکز فرهنگی برلین خدمت دوستان داشتم، یه چند تا نکته دیگه هم در ادامه همون تقدیم میدارم خدمت شما، انشاءالله که خداوند متعال از همه ما و شما قبول بفرماید. در اونجا عرض کردم که ما باید زندگی ما، سبک و سیاق زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داشته باشیم. اگر ما مدح و مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام را میگیم، به خاطر اینه که مردم متوجه این نعمت بزرگ بشن. امیرالمؤمنینی که دین با ولایت او تکمیل شد. الیوم اکملت لکم دینکم. و امیرالمؤمنین با ولایتش نعمت خدا تمام شد و اتممت علیکم نعمتی. و با ولایت امیرالمؤمنین اسلام اون اسلام ناب شد و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعیین شد، خدا فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یعنی اسلام با ولایت علی یه چیزیست که کفار دیگه مایوسن، دیگر نمیتوانن طمع به اسلام داشته باشن. اونا با اسلام قرآن خوندن و نماز خوندن و این چیزا مشکل ندارن، که من که ما میبینیم در سطح دنیا خیلی از کشورهای اسلامی هیچ مشکلی ندارن. اما با اون اسلامی که توأم با ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه مشکل دارن. لذا چرا میگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم؟ مقصود، ما در ایام غدیر این جشن بزرگ، مسئله ولایت و حادثه غدیر را احیا می‌داریم تا مردم جهان بفهمند، تا دوروبری‌های ما متوجه بشن، بچه‌های ما آگاه بشن که خدا چه نعمت بزرگی را به ما عنایت کرده و ما قدر این نعمت را بدانیم. خود ما چکار باید بکنیم؟ ما باید کاری کنیم که اون صفاتی که در امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اینها را به مقدار تماممون در خودمون چی؟ پیاده کنیم. اخلاص امیرالمؤمنین که در بارش صحبت شد، سبحان الله، سبحان الله، اخلاص امیرالمؤمنین به اندازه است که امیرالمؤمنین جز خدا کسی را نمیخواهد، حتی بهشت رو نمیخواهد، از جهنم نمیترسه، میگه خدایا فقط و فقط برای تو من عبادت میکنم و برای تو من کار میکنم. زهد امیرالمؤمنین، اصلا دنیا به نظرش نمیاد. امیرالمؤمنین علیه السلام دنیا رو ستلاقه کرده. ما و شما هم که پیرو علی هستیم باید زاهدانه زندگی کنیم. اگر میخواییم راحت باشیم، زاهدانه زندگی کنیم.
حالا یک از نکات دیگری که در زندگی امیرالمومنین هست و باید زیاد به اون پرداخته بشه و انشالله اساتید بزرگواری که طبع شعرگویی دارن روی این مسئله بپردازن انشالله تعالی، کمان که شعرهای بزرگی در این رابطه وارد شدن، مسئله مبارزه با هوای نفسه. این مسئله هوای نفس خیلی مهمه عزیزان. در یکی از جنگ ها وجود نازنین و با برکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که از جبهه برگشتن، عده زیاد شهید شدن، عده مجروح شدن، خسته و مانده برگشتن، نزدیک مدینه که رسیدن حضرت فرمودن مرحبا به قوم قد رجعوا من جهاد الاصغر و علیهم بالجهاد الاکبر. باریکلا به قومی که از جهاد کوچک برگشتن ولی جهاد بزرگ بر دوششان مانده. قیلی یا رسول الله و من جهاد الاکبر، جهاد بزرگ دیگه کدامه؟ جهاد از این بزرگتر که عده زیاد شهید شدن، مجروح شدن، خیلی امکانات از دست دادیم، خسته و مانده داریم برمیگردیم، مگه جهاد کوچیکه؟ از دست فرمودن بله این جهاد کوچیکه. و من جهاد الاکبر، جهاد بزرگ کدامه؟ حضرت فرمودن جهاد نفس. جهاد نفس. ای شهان کشتیم ما خصم برون، مولانا میگه ای شهان کشتیم ما خصم برون، مان خصمی زان بتر اندر درون. کشتن آن کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. قد رجعنا من جهاد اصغریم، با بوتی اندر جهاد اکبریم. شیر آن نبود که صفها بشکند، بعد دیدین زور بازو بازوهاشون رو قوی میکنن، شیر نبود آن که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. مرد اونه که واقعا با نفس خودش مبارزه بکنه. و امیرالمومنین علی علیه السلام این بت را شکستانده، این نفس را به کلی از خودش دور کرده و از پیروانش هم اینو خواسته. فکر نکنین که ما با نمازی که میخوانیم، با حجی که میریم، با کربلایی که میدیم، بنده با سخنرانی که میکنم، عزیزان با مدح و مناقبی که انجام میدن، فکر نکنن که دیگه این گرگ درون را از خود دور کردیم. نه، این گرگ همراه ما هست، این درنده خویی همراه ما هست، اینو باید اصلاحش کنیم، هر چه زودتر بهتر. گفت آگاهی که گرگی خیره سر، گفت آگاهی که گرگی خیره سر، هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترک، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست که بیاره بریم فیتنس کار کنیم و زیبای اندام کار کنیم و خیلی قوی بشیم از نظر ظاهری. نه آقا جان، زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، لاغرندام خیلی ضعیف ظاهرن، ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده است به روی گرگ خیش. و ای بسا زورآفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست،
گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. لحظه به لحظه می خواد به نامحرم نگاه کنه، ای وجدان میگه نگاه نکن، اما هوای نفس میگه نگاه کن، نگاه میکنه. هر دم از گرگ خودش شکست میخوره، در معاملات از گرگ خودش شکست میخوره، در وقت عصبانی میشه. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. اون که با گرگش مدارا میکند، حالا میگه ولش کن جوانیه دیگه، دیدیم جوانی چهار روز جوانیه، نماز نخون نخون، حجاب نکرد نکرد، خوب میشه، مدارا کن باش. وان که با گرگش مدارا میکند، خلق خوی گرگ پیدا میکند. در جوانی جان گرگت را بگیر. بله، مثل من که ریش سفید شدم که نمیدونم گرگ از خود بکنم، این گرگ در وجود ما آمده. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشون رهنما و رهبرند. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشون رهنما و رهبرند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ‌هاشون آشنایان همند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب. واقعیتش این عزیزان، این هوای نفس همون چیزی که قرآن قسم خورده. ما در اینجا قرآن نداریم که غیر از سوره شمس که 11 مرتبه خدا قسم خورده، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. جوابش اینجاست، 11 تا قسم. قسم به اینها، به تحقیق کسی رستگار شد که تزکیه نفس کرد. یعنی چی؟ این گرگ بیرون کرد، یعنی نفس از خودش دور کرد و ضرر کرد. و قد خواب من دستاها، ضرر کرد کسی که وجدان خودش را خاک کرد، وجدان خاک کرد، این هوای نفس را زنده کرد. اگر انسان این هوای نفس را از خودش دور کنه، بالا میده، بالا میده. بد تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همان سخن بگوید به زبان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، سن سالت مثل بنده رفت بالا، هنوزم اسیره، هنوزم اسیر هوای نفسه. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درنده خویی، اگر این هوای نفس را آدم دور کنه، به کجا میرسه؟ چی میشه؟ اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عام زنده مانی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. به نصیحت آدمی شو،
نه به خویشتن که سعدی، شعر مال سعدیه، به نصیحت آدمی شو، نه به خویشتن سعدی، هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. پس اگر ما بتوانیم این هوای نفس را مهار کنیم، در دست خودمون بگیریم، اون وقت میریم بالا، جوری بالا میریم که دیگه به جایی میرسیم که فرشته دیگه نمیتونه بره بالاتر. فرشته گفت، جبرئیل گفت، یا رسول الله، من دیگه نمیتونم برم بالا، الاو دنوت انمالتن بحترق، بگی یک بند از یک بند انگوش برم بالاتر میسوزم. اما پیامبر رفت، چنان رفت بالا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، چنان رفت که به اندازه به سر کمان به عرش پروردگار نزدیک شد. من یک دو بیتی دیگم از مرحوم امام رحمت الله علیه، این عارف بزرگ، این استاد اخلاق، این مرد سیاستمدار و قوی در سطح جهان، بگم نصیحتی دارن به عروسشان فاطمه خانم. میفرماید فاتی، اگر از تارم اعلا گذری، از خاک گذشته از ثریا گذری، هیهات که تا اسیر دیو نفسی، از راه دنا سوی تدلا گذری. ای مرغ چمن از این قفس بیرون شو، ای مرغ چمن از این قفس بیرون شو، فردوس تو را می طلبد مفتون شو، طاووسی و از دیار یار آمده ای، یادآور روی دوست شو، مجنون شو. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. خدای فرج امام زمان ما رو برسان، قلب مقدس امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بفرمایید، چشمان ما رو به جمال دلارای امام زمانمون روشن و منور بفرمایید. پروردگار این مجالس ما را مورد رضای خودت به عنایات خاصه ولیت امام زمان علیه السلام قرار بدید. خدا این ایام مبارک را برای همه مسلمانان در سراسر عالم مبارک کردم. خدایا معارف دین ما را، معارف مکتب ما را، معارف امیرالمؤمنین علی علیه السلام، توفیق نشر این معارف را به همه ما کرامت بفرمایید. مردم جهان را با معارف امیرالمؤمنین آگاه و آشنا بفرمایید. توفیق خدمت در راه دین مقدس اسلام را به همه ما کرامت بفرمایید. اموات و گذشتگان مؤمنین و مؤمنات، اموات جمع حاضر، مدعاان، مناقب خوانان، ذاکران در طول تاریخ، در طول تاریخ بشریت، مخصوصا مناقب خوانای عزیز ما در افغانستان که الان اسیر خاکن، خدای روحشان را از این محفل ما شاد بگردان. اما تو گذشتگان جمع حاضر از ساغریق رحمت خودت قرار بده. بیماران مسلمین در سراسر عالم، بیمارانی که استاد بزرگوار جای نیازی یاد کردن، برادر عزیزمون آیه علیزاده، حبیب جان علیزاده، شنیدم که سالت دارن، خدایا از ساغه همه این عزیزان را لباس عافیت بر تنشان بپوشان. اون چه خیر دنیا و آخرت است برای همه ما مقدر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و رحمه الله لمن یقرأ الفاتحه. مع السلامه.